یکی از بخش‌های مهم ترانسفورم این قسمت هستش، یعنی دفورمیشن. توی قسمت دفورمیشن ما با تغییر شکل سر و کار داریم. یه چند تاشو الان یه توضیح کوچیکی میدم، بقیه‌اش هم که توی کار میبینیم. فکر بکنید که حالا یه باکس داریم اینجا و دفورمیشن اولمون تویست هستش. تویست یعنی پیچوندن. خب معمولا بعضی از اینا که حالت داینامیک داره، اگر از این مجاشو نگاه بکنیم، بدون داینامیکش به صورت ساده هم هست که تقریبا همون دستوره، فرق خاصی نداره. حالت داینامیک معمولا با رایت پنل همراه هست، همین پنلی که اینجا باز شد، و حالت دستی و سادهش هم معمولا از طریق دستوراتی که این پایین برای ما ظاهر میشه کار رو انجام میده. خب حالت داینامیکش بیشتر حالت گرافیکی داره و تقریبا ساده تر هستش. میبینین که میتونم شکلی که ایجاد کردم و اینجا ببینم که داره چه تغییر فرم میگیره. اینجا میتونم زاویهش رو وارد بکنم، زاویه پیچشش رو. بر اساس محوری که مشخص کرده بود این پیچش رو انجام داد. باز اینجا یه سری پارامتر هستش که برای ما قابل کنترله. مثلا این فیلیپ اکسیس میاد و اون محوری رو که ما حولش پیچش داشتیم برعکس میکنه. البته اینجا هیچ فرقی نداره، چون این فواصل با هم دیگه برابر هستش. یه وقتی اگر این فواصل با هم دیگه فرق بکنه، خب وقتی برعکس میشه این فواصل هم بر اساس اون نظمی که داشته دقیقاً وارونه میشه. یه حالتی داره انگار از یه جایی شروع شده. ببینید اینجا انگار از یه بیسی شروع شده و سه تا پیچش یک نواخت داشته و دوباره به یه بیسی ختم شده. اگر بخوایم این حالت نامحدود اجرا بشه، یعنی بیس نداشته باشه، از حالت اینفینیت اکسیس استفاده میکنیم. توی این شرایط بدون در نظر گرفتن نقطه شروع، که حالا یه وقتی هم ممکنه نقطه شروعش طوری باشه که بسیار نازک بشه از قسمت شروع و خاتمه، ولی بدون در نظر گرفتن بیس همه رو یک نواخت اینجوری پیچش میده. قسمت داینامیک بند برای خم کردن هستش. ببین الان من یک مکعبی رو اینجا، مکعب مستطیل رو میکشم، میان تو قسمت داینامیک بند انتخابش میکنم. این محورهای ما هستش که ما میتونیم حول این محورها این شکل رو خم کنیم. من فعلا دستی انجام میدم. ببینیم حالا اگه بخواییم میتونیم جهت محورمون هم عوض بکنیم. داینامیک تیپ برای موقعی هستش که ما یک شکلی داریم، باز همون مکعب مستطیل گویاتر از همه هستش و میخواییم در ادامه این شکل یک، ببینید این الان یک قاعده پایین داره، یک وجه بالا داره. ما میخواییم این وجه بالا با یک نسبتی کوچیکتر بشه و در نتیجه با زاویه به سمت وجه بالا میریم. الان نگاه بکنیم ببینید داینامیک تیپر انتخابش میکنم، بازی محورهای ما هستش. حالا این محور بالایی را میتونستم انتخاب بکنم، الان این کناری انتخاب شد. به این بالا را انتخاب میکنم. الان من میتونم اینو برگردونم عقب.
ببینید اینجا الان طول و عرض وجه بالایی با پایینی متفاوته، به خاطر همین وقتی که میخوایم این دوتا وجه رو هم دیگه متصل کنیم باید با زاویه وصل بشه و این شکل رو ایجاد میکنه که به این میگن تیپر. بقیه مواردم توی مثال تا جایی که امکان داشته باشه نشون میدیم و اونه که کاربردی تره ببینیم که به چه حالتی عمل میکنن.